بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام قولا من رب الرحیم. عرض کردیم همونطور که جسم مریض میشه، اجتماع هم مریض میشه. همونطور که جسم نیاز به طبیب داره، اجتماع هم نیاز به طبیب داره. و پیغمبر اکرم و به تبع ایشون ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین طبیبند. هم طبیب جسم، هم طبیب روح و هم طبیب اجتماع. و به اینجا رسیدیم که پیغمبر اکرم چطور جامعه شبه جزیره عربستان رو که هیچ افتخاری جز ادبیات عرب نداشت رو درمان کرد و همین جامعه به جایی رسید که یکی از بزرگترین حکومت‌های تاریخ رو تشکیل داد. ابتکاری که پیغمبر اکرم در مکه و در مدینه انجام دادن این بود که بین مسلمین عهد اخوت خوندن. این عهد اخوت مستحب به روز عید قدیره و بعدها آیه اون هم نازل شد، انما المؤمنون اخوه. این عهد اخوت یک متنیست عربی که فارسی اون رو هم میشه خون و مسئولیتی رو برای طرفین عقد به همراه داره. اینکه هوای همدیگر رو در دنیا داشته باشند، از کمک به همدیگه دریغ نکنند، دست همدیگر رو بگیرند، هدیه همدیگر رو بپذیرند و کینه همدیگر رو به دل نگیرند. و در آخرت اگر کسی زودتر به بهشت رسید و اجازه شفاعت پیدا کرد، شفاعت بکنند. شما ببینید جامعه ای رو که به خاطر یک گوسفند ده ها آدم کشته میشد، پیغمبر اکرم به کدام سمت میبرند؟ ما چون این عهد اخوت رو یک قرارداد و یک وضع میدونستیم، کمتر به اون توجه کردیم. اما یک روایت از امام صادق علیه السلام هست که در آخرالزمان برادران دینی از همدیگه ارث میبرند، نه برادران پدر و مادری. خیلی از برادران و خواهران هستند که سالها از همدیگه اطلاع ندارند، حال همدیگر رو هم نمیپرسند. دو غریبه وقتی برادر دینی میشن، از ده ها برادر و خواهر پدر و مادری به همدیگه نزدیکتر میشن. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. وقتی حاج قاسم سلیمانی جنگ رو توصیف میکنند، وقتی راز پیروزی در جنگ رو بیان میکنند، میفرمایند که در جنگ چیزی به عنوان سردار و سرهنگ وجود نداشت. در جنگ همه برادر بودند، برادر احمد، برادر مهدی، و همه با همدیگه برابر یک حقوق دریافت میکردند. حضرت آیت الله مروجردی، این مرجع عظیم شیعه، وقتی یکی از بستگانشون با ایشون قطع رابطه میکنن و آیت الله بروجردی اصلا مقصر نبودن، دو سال هر هفته در خونه این فامیلشون میرفتن و در میزدن. وقتی اون میدید که آیت الله بروجردی پشت دره، در رو میبست. بزرگ مرجع شیعه برای وصل کردن، برای آشتی کردن در خونه یکی میره و او در رو میبنده و ایشون دو سال خسته نمیشن تا بعد از دو سال نتیجه بگیرن. اگر جامعه ما هم این شکلی باشه، ببینید چقدر زیباست. جامعه‌ای که اینجا هست، جامعه‌ای که در این کربلا دور هم دیگه جمع میشه، همچین جامعه‌ایه. انگار خدا میخواد به ما نشون بده جامعه بعد از ظهور چه جامعه‌ایه و به ما یادآوری بکنه که در زمان پیغمبر و امیرالمومنین و اون جامعه‌ای که آنها میخواستن چه جامعه‌ای بوده. امشب شب جمعه است. امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر فرمود: مفضل، میخوای با انبیا اولوالعزم و غیر اولوالعزم مصافحه کنی؟ بله آقا. فرمود: شب جمعه برو کربلا. فرمود: مفضل، میخوای با ما اهل بیت و پیغمبر اکرم مصافحه کنی؟ بله آقا. فرمود: شب جمعه برو کربلا. فرمود: مفضل، میخوای با ملائک مقرب و غیر مقرب ملاقات کنی؟ گفت: بله آقا. فرمود: شب جمعه برو کربلا. میخوای خدا رو ملاقات کنی؟ بله آقا، شب جمعه برو کربلا. من زار حسین ابن علی ابن ابی طالب که من زار الله فی عرشه، شبهای جمعه فاطمه با استراب و واهمه، آید به دشت کربلا، گردد به دور قصلبا، گوید حسین من چه شد، نور دو عین من چه شد.